سلام آقای سیحون خوش آمدین سلام بر شما باز هم نخست اگر راجع به اهمیت عمومی سلسله نشست های ریکا معلومات ارائه بکنین تا حال افغانستان از این نشست ها چه دستاورد هایی داشته؟ سلام به شما و بینندگان تلویزیون شما اساسا افغانستان بیشتر کشوری بوده که روی کردش به کنفرانس های بیندلی بیشتر بوده هرچند که از کنفرانس های ریکا دستاوردهای بسیار عمده اقتصاد اجتماعی افغانستان نداشته ولی با آن هم حرکت ها و فعالیت های محدودی که در این راستا صورت گرفته میتونه و امیدوار کننده برای آینده افغانستان داشته باشد. مثلا پروژه کاسا 2000 پروژه تمدید خط مثلا انتقال انرژی از ترکمنستان به پاکستان و هند و امضای قرارداد خط تمدید خط آهن بین ایران، ترکمنستان، افغانستان و تاجکستان و همچنین روی کرد به یک همکاری های درازمدت منطقوی اینها ها چشمنداز های آتی در این راستا هستند اما بس برسری است که اینها ها میتونن یک امید را یک بسا نوید را برای دراز درازمدت برای همکاری های منطقوی فرا و ارائه بکنن اما با باور ما در حال حاضر از این کنفرانس ها دستاوردهای بسیار مؤثر برای توسعه اقتصادی افغانستان یکی مسئله دستاوردها بدلی است که افغانستان نتونست در اینجا بله بالکل مسئله از این موضوع میخواستم اشاره بکنم یکی ب... مسئله دستاوردها که شما او را بسیار قابل ملاحظه نخوندین و اولی آیا زمامداران افغانستان تانستند که در جریان پنج نشست قبلی ریکا خودشان از فرصت های مهیا شده به شکل لازم استفاده بکنند و طرح مفیدی را ارائه بکنند اساسا کنفرانس های قبلی که شما توجه داشته باشند بیشتر نگاهشان امنیت محور بود که افغانستان محل تروریسم است و افغانستان بیشتر بحث مذاکرات صلح با طالبان و اینی بحث بود و مثلا مواد مخدر رو پدیده هایی که بالاخره از او منطقه رنج میبرد و در راستا میخواستن که افغانستان همکاری بکنن این نگاه هم ناشی از نگاهی به اصطلاح کشورهای کمکنده افغانستان بود که سرانجام اونا از کمکهای خود به افغانستان نه تنها مایوس نشدن بلکه این یک مقدار دیدن که همکاری های منطقوی را بیشتر راه برای توسعه اقتصادی توصیه کردند از این تفکر هم تفکری بود که افغانستان به گزارش به طرف توسعه اقتصادی و پیشرفت اقتصادی منطقوی است از این بود این نگاه معطوف شد که این همکاری های منطقوی معطوف شود اما افغانستان بیشتر در اونجا شعار داد شعارهای سال همکاری و پیشرفت اقتصادی اینا را این بار اولین بار در این کنفرانس بیشتر نگاهی از محتوف بشه به مسائل اقتصادی یعنی ای که افغانستان باید محل ترانزیتی کالا باشه افغانستان بیشتر از ها و توانایی‌هایی که از نظر اقتصادی داره همدان منابع دست ناخورده اینها در معرض پایداری قرار بگیرند افغانستان میتواند به عنوان بله آقای سیهون بله. حکومت افغانستان بیشتر رویای احیای دوباره راه ابریشم را میپروراند چه فکر میکنید که آیا این رویا بالاخره با در نظر داشت حقایقی که در افغانستان وجود داره به حقیقت خواهد پیوست یا خیر خب یک یک رویایی که بالاخره خط در دراز مدت البته این رویا به تحقق نپیوست رویایی که بالاخره افغانستان باید با چین از طریق رای ابریشم و واخان به پیوست او منتفی شد تنها افغانستان از بندر آقینه مطرح ترجس از بندر آقینا به ترکمنستان و از اونجا به آذربایجان و گرجستان و ترکیه به اروپا وصل شود که این راه وصل است این البته کدام بحث جدید نیست همه کشورهایی که در منطقه بسیار وجود دارند نظر جغرافیایی با این راه ها وصل هستند سیحون... افغانستان فقط میخواد که به این راه وصل بکند بله. از, از کشورهای منطقه یاد کردین اگر مقامات برخی از کشورهای دعوت شده به کنفرانس فردا خصوصا مقامات کشورهای منطقه در کنفرانس فردا حضور نداشته باشند چی معنی را میتونه که عدم حضورشان افاده بکنه؟ آیا میتوان می آن را از دست دادن حمایتی کشورها خوند؟ خب البته افغانستان نباید در یک کنفرانس به سبب مایوس شود که بالاخره حمایت دست بده افغانستان پتانسیل و ظرفیت های داره برای ای همکاری ها این همکاری ها بالاخره بعد به یک ترتیب افغانستان داشته های خود معرفی کنه به جهان و از این فرصت ها و این امکانات بالاخره دولت افغانستان اینا را بعد به دنیا طور معرفی بکنه که سپاس هستیم از شما... جهان برای سرمایه‌گذاری روی منابع طبیعی افغانستان تشکر آقای سیهون